با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. خیلی متشکرم از تمام پیام ها، کامنت ها و نظراتی که برای بنده از طرق مختلف میفرستید. واقعا این فیدبک ها و نظرات شما باعث شد که بنده این برنامه رو همچنان ادامه بدم و امیدوارم تا جایی که ممکن هست در خدمتتون باشم و بتونیم با همدیگه ضمن بالا بردن آگاهی مردم نکات خوبی رو هم مورد بررسی قرار بدیم که بدونیم چجوری بایستی از سلامتی خودمون مواظبت کنیم و یا پیشگیری بکنیم از مشکلات و ناراحتی های مختلف. خب یکی از دلایلی که بنده این برنامه رو شروع کردم به خاطر عدم اطلاعات کافی مردم ما از رشته فیزیوتراپی بود و اینکه فیزیوتراپیست ها و یا همکاران فیزیوتراپیست در کشورهای دیگه و یا در داخل ایران چه نوع متد درمانی را برای مردم ارائه میدن، با چه روشهایی کار میکنن و چه موضوعاتی را میتونن مورد مدیریت قرار بدن در رابطه با سلامتی بیماران و همچنین کل جامعه. خب برای اینکه این کار با موفقیت همراه بشه، بنده در برنامه‌های مختلف یک سری مقالات، گایدلاین ها و تحقیقات خوب دنیا را از محققین مختلف انتخاب کردم، یا به تنهایی یا با همکاری همکاران از کشورهای دیگه اینا را بحث بررسی کردیم. و از اونجا که خوشبختانه مردم ما افرادی باهوش و با استعدادی هستن، وقتی که 4 تا گایدلاین یا مقاله برای اونا مورد بررسی قرار بگیره، همونجوری که از نظرات شما مشخص هست، متقاعد میشین که روش‌های درمانی برای سلامتی فقط دارو و جراحی نیست. پس برای اینکه هرچه بیشتر با متدهای درمانی و روش‌های مدیریتی در فیزیوتراپی آشنا بشین، امروز هم استاندارد فیزیوتراپی در رابطه با بیماری‌های دستگاه اسکلت رو برای شما انتخاب کردم و یه قسمت‌های از اون رو براتون مرور و تحلیل می‌کنم. امیدوارم که بتونید بهترین استفاده را در این مورد بکنید و با شناخت و آگاهی از رشته فیزیوتراپی و اینکه یک فیزیوتراپیست چه مسئولیت‌هایی داره، چه کارهایی را باید انجام بده برای شما، بتونید وقتی به مراکز فیزیوتراپی مراجعه می‌کنید بهترین استفاده را از این خدمات بکنید. خب این استاندارد در چند هفته پیش توسط انجمن فیزیوتراپی بریتانیا منتشر شد. خیلی استاندارد محکم و قوی و ریلایبل هست، بر مبنای تحقیقات خیلی گسترده توسط ده ها متخصص گردآوری و منتشر شده و واقعا نکات خیلی زیادی داره، خیلی وسیعه. فکر نمی کنم در چند ساعت هم بشه اینو به طور کامل بررسی و تحلیل کرد، ولی به طور مختصر به سری نکات مهمی از اون براتون میپردازم. همجوری که در اینجا الان داره میبینید، این استاندارد خیلی نکات خوبی را مورد مطالعه قرار داده. انجمن فیزیوتراپی بریتانیا اومده استاندارد خدمات فیزیوتراپی در رابطه تمام بیماری‌های دستگاه اسکلت، مایچه‌ها، مفاصل، استخون‌ها، تاندون‌ها و بیماری‌های مربوطه را گردآوری کرده. در واقع یک راه و روشیه به من فیزیوتراپیست و شما بیمار و همچنین مسئولین و مدرسین و مسئولین دانشگاه‌ها و اساتید ارائه میده و برای ما در واقع راه و چاه نشون میده و از یک طرف هم تکلیف تعیین میکنه، میگه شما بر این روش، بر این مبنا و بر مبنای این استانداردها بایستی آموزش بدین، با بیمارانتون خدمات ارائه بدین و همچنین بیماران را هم میگه شما وقتی به مراکز فیزیوتراپی میرین بایستی چه انتظاراتی داشته باشین و چه کارهایی را اونها برای شما انجام بدن که در اسرع وقت و با بهترین نتایج به بهبودی کامل برسید. تایتلش هست Delivery of Musculoskeletal Physiotherapy Services in the UK for Adults of 16 Years and Over. میگه MSK در واقع Musculoskeletal میگیم یا همون بیماری ها ناراحتی دستگاه اسکلت و مایچه ها و باف. یه مقدمه خیلی خوبی داره که میگه استانداردها در واقع یک نوع وسیله هایی هستن
که بر مبنای آنها اهمیت و اعتبار خدمات فیزیوتراپی برای مشکلات دستگاه اسکلت رو ارائه میده و یک در واقع کوالیتی یا کیفیت این خدمات برای بیماران، برای بوردهای فیزیوتراپی، برای خدمات ارائه دهندگان و همچنین بیماران میباشه که در بریتانیا میگه برای افراد 16 سال به بالا این قابل اجرا هست. و در یه نکته دیگه در مقدمش اشاره میکنه که مسائل آموزشی و استانداردهای آموزشی، یک نوع گایدلاین هایی که برای ارائه این خدمات ارائه داده میشه، همه باعثی با هم همخوانی داشته باشن و این استانداردها تهیه شدن بر مبنای شواهد خیلی بالا، مخصوصا National Institute of Health and Care Excellence یا NICE که بنده گایدلاین NICE رو برای شما بررسی کردم و همچنین پالیسی ها و داکومنت های دیگه مثل Cochrane Systematic Review که یک دیتابیس خیلی بزرگی هست، Systematic Review ها رو مورد بررسی قرار میده و اینها آماده شدن در همکاری با گروه های کاری، مخصوصا افرادی که محققینی که در رابطه با بیمارهای دستگاه اسکلت کار کردن و مدیران و کلینیسیان هایی که در رابطه با این بیماری ها کار کردن و همچنین گروه هایی از مردم و همچنین بیمه ها و غیره. میگه دلایلی که این استاندارد رو آماده کردن و تهیه کردن، یکی این که بتونن اندازه گیری بکنن و نشون بدن کیفیت خدمات فیزیوتراپی را و همچنین بر مبنای این کیفیت ها در واقع ارزیابی بکنن بر مبنای این استاندارد که ببینن خدماتی که ارائه میدن چقدر موفق بوده و همچنین برای همکاران فیزیوتراپیست یا تمام هلسکر پروفشنال های رشته فیزیوتراپی، تمام فیزیوتراپیست ها در جاهای مختلف از بیمارستان تا مطب ها و مراکز خصوصی که بتونن بر مبنای این استاندارد ها بر مبنای این استاندارد خودشون رو بروز بکنند، مسائل ایژوکیشن و یا بازآموزی ها و غیره را بتونن در سطح بالا نگه دارن. همچنین برای people with MSK condition and the public، ببینید پس فقط برای همکاران فیزیوتراپیست نیست. دلیلی هم که بنده انتخاب کردم اینو دقیقا به خاطر همین بندش بود که میگه برای اینکه اطلاعات کامل و کیفیت بالای خدمات فیزیوتراپی برای مردم مشخص بشه که اونا بتونن از همکاران فیزیوتراپیست بخوان که خدماتی را که بهشون ارائه میدن، حالا چه تمرینه، چه مدالتیه، چه توصیه است، از اونها بخوان مردم بر مبنای این آگاهی که شما فیزیوتراپیستی که این کارو برای زانی بنده میکنی آیا این بر مبنای خدمات استاندارد دنیا هست یا خیر. و همچنین برای کمیشنرها و هلس بورد و پرووایدر های مختلف که مربوط به مسائل آموزشی و غیره و مراکز بیمه ها و غیره میشه. خب میگه حالا چرا این استاندارد و این خدمات کیفیت بالا لازمه؟ برای اینکه میدونیم که در انگلیس و یا بریتانیا حدود 18.5 میلیون نفر در سال 2017 به طور مثال از بیماری های دستگاه اسکلت رنج بردن و یا یکی از بزرگترین مشکلات در جامعه و سلامتی ناشی از همین بیماری های دستگاه اسکلت مثل کمر درد، گردن درد، زانو درد، مچ پا. و یا در یه جای دیگه میگه که 8.9 میلیون روز در سال 2019 به خاطر مسائل و بیماری های ناشی از دستگاه اسکلت مردم از کارشون غیبت داشتن و بخوایم مسائل مالی اینها رو
یه نگاهی بهش بکنیم سر از میلیاردها تومان یا پوند پول در میاره که به همین خاطر که بیماری های دستگاه اسکلت و میگه بعد از استرس دپرشن و انگزایتی و غیره بالاترین ریتو دارن. و در ادامه میگه که این ناراحتی MSK در واقع در حال افزایش هستن، مخصوصا به خاطر اینکه سن در جامعه میره بالا و همچنین مسائل تکنولوژی و غیره. اینجا داره میگه که فیزیوتراپیست هایی که با بیماری های دستگاه اسکلت کار میکنند کی پروفشنال هستند، در واقع یک افرادی و متخصصینی هستند که خیلی حائز اهمیت هستند، چه برای تریاج یا اسسمنت یا ارزیابی، در واقع اون چکاپ و ارزیابی و همچنین مدیریت این بیماری ها. و همچنین میگه که شواهد بسیار زیادی هست که فیزیوتراپی و خدماتش میتونه هم برای ارزم بازیرتون که مردم و جامعه اونقدر مفید باشه که میگه یک نوع ریترن اینوستمنت، برای اینکه خدمات فیزیوتراپی وقتی در استاندارد بالا ارائه بشه سایر هزینه های نظام سلامت رو میاره پایین. خب وقتی ما بتونیم یک کمر درد و یا یک گردن درد و با 5 جلسه 10 جلسه فیزیوتراپی خوب بکنیم که هزینش 1/100 یک جراحی نمیشه، خب چرا ما اول اینو انجام ندیم؟ به همین خاطر است که فیزیوتراپی در کشورهای غربی خیلی حائز اهمیته، چون در هزینه های نظام سلامت و نظام بهداشت خیلی صرفه جویی میشه. وقتی شما ده ها میلیون پول بدیم برای جراحی یک زانو، در صورتی که با 10 جلسه فیزیوتراپی که خیلی خیلی پایین تر از اون از خوب میشه، خب عقل سلیم میگه اول با فیزیوتراپی خوب بکنیم، حتی جراحی هم بشه باز باید اون فیزیوتراپی رو انجام بدیم. این استاندارد شامل ارزیابی، مدیریت و در واقع یک راه و روشی برای بیماران هست که چگونه بتونن سلف منیجمنت بکنن، در واقع خودشون از خودشون با نکاتی که ارائه داده میشه توسط همکاران فیزیوتراپیست بتونن با این توصیه‌ها کمک بکنن به بهبودیشون. دقیقاً یکی از اهدافیه که این برنامه زنگ سلامت داره. بنده تمام هدف این برنامه ارتقای در واقع مدیریت شخصی شما برای بدن و سلامتتون بوده. به هر حال همونجوری که گفتم این خیلی بحث طولانیه این استاندارد و بنده به طور مختصر به سری نکاتش مجبورم اشاره بکنم. و یه جای دیگه داره میگه که این استانداردی رو که ارائه میده باز یه سری کوالیتی میجرمنت ها رو هم باز برای اینکه چجوری اون استاندارد هایی رو که ما داریم اندازه بگیریم هم باز ارائه میده که همش راجع به کوالیتی آف کیر، یعنی کیفیت خدمات در جاهای مختلف اشاره میکنه. خب این استاندارد شامل 8 بنده کوالیتی استاندارد اول یا استاندارد کیفیت اول در رابطه با ارزیابی، تشخیص و مدیریت و برنامه ریزی و در واقع ارزیابی های مجدد برنامه پلنی هست. دومین نکته این استاندارد پرسونالایزد فیزیوتراپی، یعنی در واقع فیزیوتراپی برای هر بیمار یک پکیج جداگونه است. من برای شخص X یک برنامه فیزیوتراپی ارائه میدم، برای شخص وای یک برنامه فیزیوتراپی دیگه. و اون دقیقا معنی ساده پرسونالایز فیزیوتراپی است که بر مبنای خصوصیات اخلاقی، نوع بیماری، نوع آسیب، زمان آسیب، نوع کارش، فرهنگش، حتی مسائل کدام منطقه یا کدام کشور، ده ها نکته هست که بر مبنای اونها ما برنامه و پکیج جداگونه میذاریم. استاندارد سومش هست supported self management، دقیقاً همون چیزی که اشاره کردم، ما باید بیماران رو آگاه بکنیم که خودشون بتونن بیماری های دستگاه اسکلت رو بهتر بکنن، که راه روشش هم در ادامه میگه. یکی بعدی communication هست،
راه و روش و نحوه صحبت کردن و ارتباط ما با بیمار، با سایر همکاران رشته های دیگه برای ارائه خدمات بهتر و Integrated Management Pathway که چجوری ما این مسائل در مراکز فیزیوتراپی و یا در رابطه با بیمار و در رابطه با سایر همکار متخصص مدیریت بکنیم. Population Health که اشاره میکنه که خدمات فیزیوتراپی فقط برای اون بیمار در اون لحظه نیست. فیزیوتراپیست مسئولیت داره برای ارتقای سلامت کل جامعه به طور شب و روز در واقع تلاش بکنه که این زنگ سلامت باز یک نمونه از همین استاندارد هست. و استاندارد هفتمش Evaluation, Audit و Research هست که در واقع چجوری ارزیابی ها مجدد داشته باشیم، چجوری تحقیقات و اینجور ریویو ها و غیره رو داشته باشیم. و یکی آخری هم Clinical Governance هست که چجوری مسائل داخل مرکز و یا در رابطه با مراکز بزرگ فیزیوتراپی، چون میدونیم یه سری جاهایی هست که مثلا 100 تا پرسنل فیزیوتراپیست در یک جایی مثل بیمارستان یا یک مرکز توانبخشی مشغول کارن، چجوری اینا رو مدیریت بکنیم. و برای اینکه بنده بتونم اینو خوب سرجم بکنم به استاندارد اولی یک اشاره میکنم و بقیه رو به طور مختصر ازش میگذریم. استاندارد اولی میگه Assessment, Diagnosis, Management, Planning and Review. میگه مردمی که از ناراحتی های دستگاه اسکلت رنج میبرن بایستی خدمات را در بهترین زمان به طور کامل و بر مبنای ارزیابی در رابطه با اون ناراحتی که دارند بر اساس شیر دیسیژن میکینگ که اون ارزیابی ما و برنامه ما با همکاری و همفکری با بیمار باشه. من فیزیوتراپیست نمیتونم بله شما بگم شما اینو انجام بده، اینو انجام بده، اینو انجام نده. بر مبنای همفکری و گوش دادن به نظر بیمار و بر مبنای اهداف بیمار باشه که یک برنامه فیزیوتراپی خوب و استاندارد رو براش آماده بکنیم که بتونه اون انجام بده. میگه در موقع ارزیابی تمام مسائل رابطه با بیماری رو به طور کامپرهنسیو یعنی کامل ما جمع‌آوری می‌کنیم، داکومنت می‌کنیم، نوت برمی‌داریم، می‌نویسیم و همچنین مسائل فیزیکی و سایکولوژیک رو. ببینید بنده بارها اشاره کردم فیزیوتراپی 50-60% سایکولوژیه، مسائل روح روانی بیماره که در اینجا خیلی واضح میگه که including physical, psychological, social, work, education needs. پس ما وقتی بیمار رو ارزیابی میکنیم فقط نمیتونیم به اون زانو دردش دقت بکنیم، تمام مسائل روح روانی، کاری، مسائل درسی، مسائل متفرق دیگر هم باید مد نظر داشته باشیم. و یا افرادی که با بیماری های کمپلکس یا چندین بیماری میان رو چجوری مورد بررسی قرار بدیم. میگه در موقع ارزیابی و چکاپ تمام این دایگنوز و تشخیص و غیره بایستی بر مبنای یک راه و روشی باشه که خواسته های بیمار در آن مورد اهمیت قرار داده شده باشه. و همچنین میگه که باز شیر دیسیژن میکینگ در واقع اهمیت دادن به نظر بیمار و با همدیگه در واقع برنامه ارزیابی و درمانی رو انجام بدیم. همچنین میگه فک و فامیل و همراهان و یا کسانی که از بیمار مواظبت میکنن و بایستی انگیج بکنیم، اینوالو بکنیم، باشون همکاری بکنیم و هم صحبت بکنیم و هم اونها رو هم در واقع به نظرشون گوش بدیم و توصیه لازم بکنیم اگر بیمار موافق باشه. و همچنین میگه که اگه لازم شد از مسائل و تکنیک های دیجیتال و مثل تلفن از راه دور و واتساپ و اسکایپ و غیره اگه یک بیمار نمیتونه واقعا به مراکز بیاد اونها رو مورد نظر قرار بدیم. و در یک جای میگه ارزیابی و مدیریت و برنامه ریزی بایستی مرتب ریویو بشه، اوالویت بشه و ارزیابی بشه در رابطه با نیازهای اون بیمار و بتونه نتایج خوبی بده. بعدش هم باز برای هر کدوم از این استانداردها میاد رشنال در واقع
مسائل منطقی پشت این تصمیم گیری و این استاندارد رو توضیح میده که نکات خیلی خوبی داره، با اینکه باید ارزیابی به طور کامل باشه. بازم دوباره اشاره میکنه شامل مسائل ناراحتی های فیزیکی و روحی روانی بیمار باشه و همچنین مسائل جامعه و فرهنگ و کار و درس و غیره. و یه جای دیگه میگه که اگه لازم شد با متخصصین دیگر تماس گرفته باشه و همچنین ریسک های این که بیماری و بهبودی چجوری پیش میره رو ما مرتب بس و بررسی بکنیم. بیمارانی که ریسک کمتری دارن بیشتر به طرف سلف منیجمنت یا خودشون تمرین ها رو در خونه انجام بدن هدایت بکنیم. بیمارانی هم که نیاز بیشتری به درمان دارن و یا ریسک بالایی از نظر بیماری دارن و بیشتر ببینیم. پس ببینید ما هر بیماری رو به یک اندازه نمیگیم شما هفته دو دفعه بیا. یک بیمار یه دفعه میگه میاد میگیم شما با همین توصیه‌ها کافیه، بری خودت چهار تا تمرین انجام بدی، یک ماه دیگه برای چکاپ بیا. یک بیمار رو هفته سه دفعه میبینیم. دستگاه اسکلت که میگیم شامل تمام بیماری‌های التهاب بافت‌های مختلف، اسکولیوز، تنگی کانال نخا، شکستگی‌ها و کمر درد و تاندونایتیس و گردن درد و زانو درد و غیره میشه. و نون ام اس کی یا بیماری های غیر دستگاه اسکلت که شامل یه سری بیماری های مثل سرطان و غیره میشه که بایستی اونها رو هم مرتب تحت نظر بگیریم و در صورت نیاز این بیماران رو ارجاع بدیم به همکاران متخصص دیگه. حالا اشاره کردیم که پرسونال فیزیوتراپیست یا فیزیوتراپی برای هر بیمار بر مبنای نیازهای اون، یعنی برنامه ریزی و بر مبنای اهداف یک بیمار با مشارکت و همنظری با بیمار و اطرافیانش که بتونیم یک برنامه مختص به یک بیمار رو ارائه بدیم که میگه بعد از تشخیص و ارائه نظر در رابطه با بیماری ضمن تهیه برنامه کوتاه مدت و بلند مدت مرتب این پیشرفت بیماری را ما تحت نظر داشته باشیم. و همچنین میگه که یک بیماری با بایستی خودش بتونه لایف اکسپریانس ها شد در تجارب روزانه خود و نحوه زندگی با اون بیماری را ما مرتب بررسی بکنیم و تحت نظر قرار بدیم و گوش بدیم به بیمار. به هر حال این استاندارد خیلی طولانیه و مسائل و نکات خیلی زیادی رو مخصوصا برای همکاران فیزیوتراپیست و دانشگاه ها و مدیران بورد و غیره ارائه میده که امیدوارم لینکش اینجا میذارم شما عزیزان اینو بخونید. و مخصوصا شما بیماران عزیزم که وقتی میرین به مراکز فیزیوتراپی حواستون باشه که این فیزیوتراپیست قشنگ اینجا داره میگه شما باید ازش بخواهید این تمرین یا این مودالیتی یا این تکنیک دستی که برای زانوی من برای کمر من انجام میدین بر مبنای چه استانداردی هست. شما فقط نرید اونجا گوش بدید به حرفشون، هر چی خواست هر کی خواست هر چی انجام بده. امیدوارم که با آگاهی و بالا بردن سطح معلومات عمومی و تخصصی بتونیم بهترین خدمات رو دریافت بکنیم و همکارانم بتونن بهترین خدمات رو به شما بیماران عزیز ارائه بدن. در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا هفته بعد و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.